صبحتان بخیر. تا جایی که اطلاع داریم همه ما اینجا صنف آموزش روایتگری هست برای شما، به خاطر اینکه شما با کتابخوانی شما آموزش روایتگری دارین فکر کنم، که در آخر میخواین یک چیزی بنویسین از اتفاقاتی که برای شما افتاده. اولش آرزو دارم که همه تان خوب باشین و سرحال باشین و روزهای خوبی را بگذرانین، هرچند روزهای بدی هست. ما امروز یک هدیه برای شما داریم، کتاب روشنایی های شهر به قلم چارلی چاپلین را برای شما آوردیم از طرف انجمن زنان هزاره استرالیا. انشالله این دور اول ای کتاب ها است و اگر روند خوب پیش بره ما این روند را ادامه میدیم و ای که هر باری که شما کتاب تبدیل میکنید ما این کتاب ها را برای شما تهیه بکنیم. البته این کتاب ها هدیه هست و از شما پس گرفته نمیشه، یک هدیه کوچک از طرف انجمن زنان هزاره استرالیا برای شما، انشالله که بتانین یک استفاده خوب ازی بکنید. و من دیگه صحبتی ندارم و اگر شوه کتاب ها را توضیح میکنم برای شما. شما هستین؟ درست. خب، شریفه فرزند محمد. سلام، خوب هستید؟ تشکر. یک کوتاه اگر معرفی بکنی خودت را. بسم الله الرحمن الرحیم. راضی هستم، راضیه حسینی، یکی از زخمی های مکتب سید شهدا، متعلم صنف 11 هستم. راضیه، خودت صنف 11 بودی که در مکتب انفجار شد؟ 10 بودم. صنف 10 بودی؟ بله. راضیه، بجز درس دیگه چی کارو میکنی؟ بجز یک مکتب میخواندی دیگه چی کارو میکردی؟ کورس می‌رفتم دیگه، کار کاری نمی‌کردی. راضیه، دوست داری در آینده چیکار شوی؟ آرزوی در آینده چی است؟ آرزو دارم حقوقدان شوم. حقوقدان شوی؟ درست. حرفی یا گفتنی داری برای هم نوعای خودت، برای دخترایی که در کنار خودت هستن، برای کسایی که ویدیوی تو رو می‌بینن؟ برای دخترایی که در امی مکتب ما بودن، بعضی‌هاشون ناامید شدن، حتی قلم به دست نمی‌گیرن. اما پیام ما برایشون اینه که هر قدر که سختی بیاید، هر قدر که ما را نابود کنه، ما نباید ناامید شویم. ما باید محکم‌تر از قبل ایستاد شویم. یعنی پیامی به اونا بدیم که حتی از کاری که در حق ما کردن ناامید شوند، پشیمان شوند که چرا این کار کردن. چون ما با هر ضربه‌ای که می‌خوریم، با هر مشکلاتی که سپری می‌کنیم، قوی‌تر از قبل ایستاد میشه. مطمئنم راضیه که تو یک حقوقدان خیلی خوب میشی. تشکر. سلام عزیزم. سلام، خوب هستین؟ الحمدلله، شما خوبین؟ تشکر. معرفی میکنی خودت را؟ منم خدا بخشنده و مهربان طاهره رسا هستم، متعلم صنف 11 هم که فعلا فارغ التحصیل، فارغ صنف ارتقا پیدا کردم صنف 12 هم، حاصل متعلم صنف 12 هم لسیت شده. بله طاهره جان، خودت صنف چند بودی که این حادثه خراب و دلخراش به مکتب شما رخ داد؟ صنف 11. صنف 11 هم بودی. خودت بعد از اون حادثه، در اون حادثه زخمی شده بودی یا نجات پیدا کردی؟ یکم از حادثه برای ما بگو. خب ساعت رخصتی بود که انفجار شد و ما همون روز آخر مکتب ما بود، میخواستم خانه بریم و در سرک که میخواستم طرف خانه بریم انفجار شد و ما زخمی شده بودم از ناحیه پاها و فعلا صحتمندم خوب شدم. خدا شکر، خدا رو شکر. فاطمه بود اسم؟ طاهره. طاهره جان، دوست داری در آینده چه رشته‌ای را بخوانی؟ دوست داری چه کارا شوی؟ می‌خوام حقوق و علوم سیاسی بخوانم و سارنوال شو. سارنوال شوی. مطمئنم یک سارنوال خیلی خوب میشه. انشالله. طاهره، گفتنی داری برای دخترای همسن و سال خودت، برای دوستایت و برای کسایی که ویدیوی تو را می‌بینن؟ گفتنی من این است که اونا هیچ وقتی از تلاش دست بردار نباشن، چرا که تنها تلاش است که انسان ها میتونه با تلاش به یک جایی برسه. هر قدر مشکلات که بشه اونا حتما یک راه حلی داره، میتونن اونا را پس کده و به یک مقامای بلندی برسن. خیلی عالی، تشکر. خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلام عزیزم. سلام، خوب هستی؟ خوب. خودت را معرفی میکنی برای ما؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم پدرم حسین دو، تخلصم نظری هستم.
من متعلم صنف 11 هم مکتب سید الشهدا هستم که زخمی شده بودم در حادثه. خودت صنف چند بودی که اون حادثه رخ داد؟ من صنف 10 بودم. خب روز آخر مکتب بود و قرار بود به خاطر عید رخصتی بده. ما رفتیم روز آخر مکتب بود دیگه، خب کلگی خوشحال بود رفتیم و وقتی رخصتی خب من این طرف موتر بودم زخمی شدم. درست. خودت از کدام ناحیه زخمی شده بودی؟ من از ناحیه هر دو پا، شکمی، گردنی، شانه. شانید. فعلا بهتری؟ خوبم. چقدر زخمایت خوب شده؟ کامل خوب شده؟ درد خوب داره دیگه. به امروز زمان خوب میشه. امیدوارستم خیلی زود کامل خوب شوی. ممنون. اسمت چی بود گفتی؟ مسمه. مسمه جان، دوست داری در آینده چه رشته ای را بخوانی؟ چی کار را شوی؟ خب بیشتر دوست دارم تاریخ بخوانم، چون به تاریخ علاقه زیاد دارم. خب راجع به گذشته ایران اینطور چیزا بیشتر دوست دارم بیدم. پس میخوای راوی شوی؟ آه. خیلی عالی. این برنامه چطور است؟ چی کارا میکنه؟ خب این برنامه از نظری خودم، خب خودی برنامه اصل برنامه خب برای ما روایتگری یاد میده، داستان نویسی یاد میده، چطور یک روایت که خواندیم بگیم، برداشت های خود بگیم. و خودم فکر میکنم هر کتابی که اینجا میده خب یک گنج محسوب میشه. داستان کسایی هست که در زندگی خیلی سختی های کشیده و خودش مشکلاتی که اثر گذاشتن به بهترین جاها رسیده. بله. خب تا حالا چه کتابایی را خواندین؟ خب این کتاب از دکتر فرانکل بود، انسان در جستجوی معنا، و دیگهش از اسمش یاد نمانده ولی کتاب به عنوان شاهزاده کوچولو بود. کاردشون بهترین کتابا بودن. این سومین کتاب هست؟ بله. تشکر عزیزم. سلامت باشین. سلام. سلام. خوبی؟ خوب، تشکر. خودت را معرفی میکنی برای ما؟ من زهرا بگزاد هستم، یک از زخمی مکتب سه شهدا. بله. زهرا جان، خودت صنف چند بودی که حادثه مکتب سید الشهدا رخ داد؟ من صنف 10 بودم که این واقعه رخ داد و مثلا وقت رخصتی بود دیگه، میخواستیم خانه بریم و این وقت چی رخ داد. درست. خودت هم زخمی شده بودی؟ بله. فعلا خوبی؟ خوب نشدیم، خوب دیگه. بله، انشالله که خیلی زود خوب شوی. تشکر. در مورد برنامه ایتان برای ما بگوین، چی هست برنامه ایتان؟ چه کارهایی میکنین؟ برنامه ما کتابخونی و روایت خونی است که مثلا از کتاب ها میخونیم و برداشت خود رو برداشت رو میگیریم و یکی از درونی که واقعی در کتاب نشته شده و خبر میشیم. درست، خیلی خوب. برای خودت تاثیر مثبتی داشته ای برنامه برای روحیت، برای داشته هایت؟ بله، یکی از کتاب میخونی من نفر نشته که با مشکلات های زیاد برخورد کرده و اما مشکلات هایی که کشیده بدن در حاصل خوبی گرفته و ما با این امیدواریم که یک روز تمام مشکلات های ما پایان بیافته. انشالله. صحبتی داری برای کسایی که تو را میبینن، برای دخترای همسن و سال خودت و برای انجمن زنان هزاره استرالیا اگر حرفی داشته باشی؟ تشکر از زنان انجمن استرالیا، هزار استرالیا، تشکر که کتاب ها رو با ما هدیه دادن و اینکه به دختران که زخمی شده یا به دختران مکتب سشده و همه دختران یه پیامه ای که تسلیم نشن و ای که در افغانستان زندگی کنیم، همیشه امی واقعه ها رخ میده، باید در هر چی خود آماده بگیریم و تسلیم هیچ چیز نشه. بله، تشکر عزیزم. تشکر شما. سلام عزیزم. سلام. خوب هستی؟ شکر، شما خوبی؟ تشکر. خودت رو برای ما معرفی کن. شکریه بنت محمد، متعلم صنف 10. بله. شکریا جان، صنف چند بودی که این حادثه رخ داد؟ صنف 10. صنف 10 بودی. شکریا، در مورد برنامه برای ما بگو. این برنامه برنامه چی هست؟ شما چه پیشرفتایی در خودت دیدی بعد از اینکه عضو این برنامه شدی؟ برنامه روایت آموزش برای زخمی مکتب سید شهدا هست. ما چیزای زیاد گرفتیم، مثلا چیز خلاص که ما چخم بنویسیم یاد بگیریم، خلاص یا روایت چخم یاد بگیریم، همین چیزا. خیلی خوب. شکریه جان، اگر در آخر گفتنی داشته باشی برای کسایی که این ویدیو رو میبینن، برای دوستایت، برای همسن و سالایت، ما میشنویم. گفتنی ما ایست که قوی تر از هر دفعه باشن. ما شکست نمیخورن هیچ وقت. هر دفعه که ما را
مثلا چی کنن؟ جوانه میزنیم دوباره. هر دفعه جوانه بزنن، ما قوی تر از هر دفعه میشیم. هیچ وقت شکست نمیخوریم، شکست قبول نمیکنیم. شکریان، ازت نپرسیدم دوست داری داینده چی کاره شوی؟ داینده میخوام دکتر. دکتر شوی؟ امیدوار هستم که یک روزی خودت را در بهترین و بلندترین جاها ببینم. شکریان، تشکر. زنده باشی. خب معرفی بکنین خودتان. شرفه فرزند محمد، متعلم صنف دهم مکتب سی شهدا. شما هر دو دوقلوین؟ آره. خیلی خب، خودت با خواهرت یک جای بودی در روز حادثه؟ آره، یک صنف. یک صنف بودین. خودت هم از ناحیه پا زخمی شده؟ آره. بودی؟ الان بهتری؟ آره، خوبتر. خدا رو شکر. اسمت چی بود؟ شریفه. شریفه جان، خودت دوست داری در آینده چه رشته‌ای را بخوانی، چی کاره شوی؟ میخوام ژورنالیست. میخوای ژورنالیست شوی؟ بله. خیلی خوب. اگر حرفی یا صحبتی داشته باشی برای کسایی که تو را میبینن، ما میشنویم. کلام گفتنی خاص ندارم، فقط همین که درس بخونن، پیشرفت کنن و کسایی که میخوان ما هم پیشرفتی نشون، اونا نامید بسازن از اینکه ما را هر دفعه در زمین میزنن و ما از هر دفعه در زمین میخوریم محکمتر از قبل میشیم. خیلی عالی. تشکر شریفه. تشکر شما. خواهش میکنم. سلام، خوب هستین؟ سلام، تشکر. شما خوبین؟ تشکر. یک معرفی اگر بکنید خودتانه. مونس پیکار هستم، محصل سال دوم عکاسی دانشگاه کابل. بله خانم پیکار، کمی از برنامه تان برای ما بگوین. همونطور که شما در جریان هستین، برنامه آموزش روایتگری برای دختران زخمی مکتب سیدالشهدا است. در این برنامه ما میخواییم برای دخترها آموزش نویسندگی و روایتگری را بتیم، به خاطر از اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم که هر ثانیه و هر لحظهش ممکن است اتفاق بفته که مردم برنج و خون بکشانه و ما نیاز به کسایی داریم که بتانه اینا را بنویسه، حقایق و تاریخ جامعه را. به همین خاطر ما دخترها را انتخاب کردیم. این دخترها کسانی هستند که امروز میتونن بهترین نویسنده های جامعه ما شوند، به خاطر که خودشان درد تجربه کردن، کسایی بودن که در اتفاق بد سیدالشهدا حضور داشتن. بله خانم پیکار، در این برنامه کیها با شما همکاری میکنن؟ عضوهایی که با شما همکار هستند در قسمت استاد، یک معرفی اگر بکنین برای ما. بله، در برنامه آقای حسن ادیب است، با عنوان کسی که ادبیات خوانده به دخترها در قسمت نویسندگی و نوشته هایشان اصلاح میکنه. آقای لطیف رضایی است که جامعه شناس هستند و میتونن در قسمت روانکاوی چیزا به دخترها کمک کنن. خودم هستم. تشکر خیلی زیاد. خواهش میکنم. و در آخر میخوام از انجمن زنان هزاره استرالیایی تشکر کنم به خاطر تهیه کتاب و امیدوار هستم که همکاریشان همچنان ادامه داشته باشد تا ما با مشکل کتاب بر نخوریم. زنده باشین. از شما هم تشکر. خواهش میکنم. زنده باشین. تشکر.